بعدی که چنین قهرمانان دلیری رو در تاریخ دینی خود و تاریخ تمدنی خود داشته است، نباید امروز هم خار و ذلیل باشد یا فقط اشک ریز آن بزرگان باشد. همچنان درس فداکاری و شهامت و دلیری و مقاومت و اصلاح امور رو از آنها باید گرفت، در هر دورانی و هر دوره‌ای به تناسب آن دوران. امیدوارم که سوء استفاده هایی که از نمادهای دینی می شود و سرمایه های قدسی که این گونه بیهوده خرج می شود و ولنگارانه در راه مقاصد پست دنیوی مصرف می شود متوقف شود و همه ما که دم از اسلام می زنیم مسئولیم که در مقابل این گونه مصرف مصرفانه سرمایه های قدسی بایستیم و امامان رو در جای خود بنشانیم، اون بزرگان رو چنان که باید بشناسیم و چنان که باید بستاییم و چنان که باید از اونها درس بگیریم و نگذاریم که ملعبه دست پاره سودجو و قدرتجو بشود. از یک طرف کسانی پایه های قدرت خودشون رو بر خون این شهیدان بنهند و تحکیم کنند و از طرفی هم ثروت اندوزان به نام نوحه و زاری و غیره دروغ ها و خرافه های رو تحویل مردم بدهند و مغزشون رو شستشو کنند و یک دین خرافه آلود تاریک رو به مردم جهان معرفی کنند. همه ما مسئولیم که خرافه زدائی کنیم، زنگار زدائی کنیم و این بلور درخشان مقاومت حسینی رو گردگیری کنیم و درخشندگی اون رو در مقابل چشمان جهانیان بگذاریم. همونطور که قرنها این حرکت، این نهضت و این مقاومت الهام بخش مردم ما بوده است، همچنان جا دارد که الهام بخش بماند. مهمترین درسی که حسین به ما داد نه شورش بود، نه انقلاب بود، نه قیام بود، بلکه حرکتی بود برای حفظ عزت نفس و عزت دیانت. و وقتی که می دید که او رو دعوت به ذلت می کنند، می خواهند ذلیلانه از او بیعت بگیرند، گفت هیهات من الذله. این مهمترین درس روز عاشورا بود. جنگ در تاریخ بسیار بوده است، جنگ هایی که برای قدرت اندیزی، برای تصاحب سرزمین دیگران، برای بست و تحکیم سلطه و برای منافع و غیره و غیره. اما اون چه که مهم است این است که جنگی باشد برای عزت و برای فرار از ذلت. هیهات من الذله به نظر من مهمترین درس روز عاشورا و حادثه کربلاست. حسین زیر بار ذلت نرفت و گفت که وقتی که میخواهند من رو مجبور کنند که با یک حاکم جائر و فاسد و فاسق بیعت کنم، چنین نخواهم کرد و تا پای جان ایستاد و خود رو و اطرافیان و یاران وفادار خود رو در میدان شهادت حاضر کرد و دلیرانه جان باخت و نام بلند و نیکویی و افتخارآمیزی از خود به جا نهاد. شیعیان هم البته به خوبی بر این نقطه روشن انگشت تأکید نهادن و یاد و خاطره اون روز رو زنده نگه داشتن. اما مثل تمام سرمایه های قدسی، این هم به تدریج ملعبه دست پاره ای از بازیگران روزگار شد و به منزله سرمایه‌ای که از آن میتوان سود برد، آن رو در خدمت گرفتند و دکانها و مغازه‌هایی باز کردن. پیام اصلی این حرکت افتخارآمیز رو فراموش کردند. برای مدتها فقط مردم رو به تخدیر بردند و به قول مرحوم دکتر شریعتی در یک کارخانه استحماری و استعماری خون رو بدل به تریاک کردند و فقط در مردم دمیدند که ذلیلانه زندگی کنند. اکنون هم از عاشورا جز نامی و نشانی و مراسم توخالی
در میان ما باقی نمانده است و متاسفانه پاره از سرودها و نوحه ها که قبل از انقلاب خوانده می شد و در آنها روح مقاومت و مبارزه بود اکنون پاک فراموش شده و دوباره به سوی اون حرکت های تخدیری ملت ما روانه شدند. متاسفانه رواج مداحی‌گری در کشور ما یکی از علائم انحطاط فکری جامعه ماست بدون هیچ تردیدی. من می دانم که دل پاره ای از روحانیان خون است که این مداحان پا در نعلین آنها کردند و جای آنها رو تنگ کرده بر آنها تنگ کردند و به جای آنها همه کار می کنند، حتی آموزگار دیانت شده اند. این مایه تأسف است. حوزه علمیه حاجت به هزاران حرکت دارد، هزاران تکان دادن خیش و گرد و غبار زدایی از خیش دارد، اما ما شاهد آنیم که نه تنها این گرد و غبارها زدوده نشده است بلکه بر آنها افزوده شده است. در آمدن مداحان و زیارتنامه خانان و روز خانان و پا در کفش روحانیان اصیل کردن اکنون بیش از همیشه حوزه علمیه رو از یک خدمت و کارکرد مثبت دور کرده است. بر خود روحانیان هم فریضه است که در مقابل این حادثه تلخ و شوم در تاریخ دینی تشیع ایستادگی بکنند و نگذارند که چنین حادثه شومی سایه گستر شود و از این پس جوانان را به در خانه مداحان بفرستند تا اونها تعلیم دیانت به اونها بدهند. هر جا که تحریک عواطف پا به پای تغذیه عقل اتفاق نیفتد ما دچار خسران و نقصان خواهیم شد. تغذیه عقل رو باید عالمان و دانشمندان بکنند. تحریک عواطف هم در حد معقول همچنان امر شایسته است. اما وقتی که تمام منابر ما اولا از خرافات آلوده است، ثانیا آخر به گریزی به صحرای کربلا زده میشه، ثانیا در مورد مداحان تمام نیرو و قوت زبانی و ژستی و رفتاری و حرکت بدنی و موسیقایی به کار گرفته می شود تا عواطف تحریک بشود، این تحریک عواطف با این حجم عظیم موجب تعطیل عقل می شود و چنان که می دانید به قول مرحوم اقبال لاهوری هیچ تمدنی بر عاطفه محض بنا نشده است. ما حاجت داریم هم در عالم دیانت و هم در عالم اجتماع و اقتصاد عقل رو تزریق کنیم به این تاریخ عاطفه زده پرهیجانی که دائما او رو از طریق به هیجان آوردن عواطف تحریک کرده اند و بر سر آتش نشانده. اکنون وقتی است که سرمای عقلانیت رو با گرمای هیجان بیامیزیم و اینها رو به تعادلی برسانیم. دینداری معیشت اندیش یکی از مشخصاتش آمیخته و آلوده بودن به خرافات. اصلا از خرافات تقضیه می کنه. یعنی چه اون روحانیونی که متکا و مرجعند خرافه می آموزانند و چه این پیروان و مریدان دنبال خرافه آموختنند و از اونها همین رو دوست دارند و فرا می گیرند. به همین دلیل هم چون تجربه من است در میان عامیان از خرافات و خراف پیرایی سخن گفتن بسیار سخته، چون گویی که شما با دین اینها در افتادید. این تجربه رو شاید شما نداشته باشید، من داشتم. وقتی که اعلام میکنید، توضیح میدهید که فلان چیز خرافی است، کم کم شما آثار انکار رو در چهره ها میبینید و بعدن هم سوالات سخت آغاز می شود. یعنی شما گویی دارید دین اینها رو که مثل جانشون از تنشون می کنید. یک نوع درد جان دادن در اینها شما ملاحظه می کنید. فوق العاده این قصه که گفتم ظریفه و
دردناکه، این تولد تازه، بیرون آمدن از یک دین معیشت اندیش، خرافه اندیش، و وارد شدن به یک حیطه معرفت اندیش. با معرفت اندیشان در این باب سخن گفتن بسیار آسانه. اصلا دین معرفت اندیش دین ارسی نیست، دین جبری نیست، دین تقلیدی نیست، دین روحانیت دار نیست، دین خرافه اندیش نیست. همه اینها رو پشت سر نهاده و از طریق تحقیق عقلانی دینی رو برای خودش هرچه که هست اختیار کرده و لذا خوشنود خواهد شد اگر شما به او بگویید و حالی کنید که فلان بخش از باورهای تو خرافی است و باید دور بریزی، باید به زبالدان تاریخ بیفکنی، بسیار هم از شما سپاسگزار خواهد شد. ولی این خیلی فرق داره با اون دینداری معیشت اندیش که اصلا یه بنایی ساختن که دو تا خشت و سه تا خشت سالم داره، بقیهش همه این پوشالایی است که به نام باورهای دینی کنار هم انباشتن و به ظاهر یک بنای رفیعی رو بالا بردن و اون خانه شون شده، در اون زندگی میکنن و کسی که بخواد اونها رو از این خانه بیرون بیاره یا خوابشون رو براشوبد و به اونها بگوید که این خانه استحکام ندارد، بر باطلاق بنا شده است، فرو ریختنیست، با او در می آویزند. وقتی مرحوم آقای مطهری می گفتند که روحانیت ما عوام زده است، من یه وقتی در یکی از سخنرانیام گفتم نه، روحانیت ما عوام زده نیست، عوامه، اینا خودشون عوامن. چی عوام زدن؟ این آقایی که بالای منبر این یاوه ها رو میگه این عوامه، این که عوام زده نیست. عوام زده یعنی کسی که گرفتار عوام شده، طبقا عوام گرفتار اینا شدن. یعنی اگر حرف درست به مردم یاد میدادن، البته پایگاه خودشون از دست میدادن. اینا رو میگم تا بعدن در تعریف خرافه از اینا استفاده کنم، ولی اینجا یک به اصطلاح رابطه دیالکتیکی وجود داره، دو طرف به هم میفروشند و از هم میخرند و یکدیگر رو تقویت میکنند و یک سنت، واقعا سنت شومی رو ادامه میدهند که هر روز هم میتواند فر بهتر بشود. یه باری از یه آقایی میشنیدم میگفت که بهشت 8 در داره، از این 8 در 3 درش به قم وا میشه و بعد خودش میگفت که این بسیار مهمه، چون اگر بهشت 8000 در داشت 3 در مهم نبود، ولی از 8 در 3 در به قم وا میشه. و نگفت درهای جهنم چند تاش به اونجا وا میشه، فقط درهای بهشت. و همین آقا یه بار دیگه ای میگفت که در روایات داریم که در زمان ظهور حضرت امام زمان زمینهای کوفه و زمینهای قم خیلی گرون خواهند شد، بشه تابید و الان خونه بخرید اینجا. من تو دلم گفتم حتما این جائل این قصه ها قومی بوده و زمیندار بوده و حتما همینه دیگه. ببینید و اینها گفته می شود و اینها خریدار داره. من یک بار نقل کردم، من مادرم و خالم و مادر بزرگم خدا رحمت کنه همه شد، اینا در قم در قبرستان علی ابن جعفر مدفونن. دوستان اگر قم رفته باشن، در قدیم، الان مثل که سر قم افتاده، به هر حال علتش این بود که یک بار اینا شنیده بود در یک روحانی در قم بر منبر گفته بود که روز قیامت که میشه قبرستان علی ابن جعفر رو بدون سوال و جواب بر میدارن، آکبند دست نخورده میذارن تو بهشت. و اینها اینو شنیده بودن، رفتن اونجا 3 قبر خریدن و هر سه هم بعدن در اونجا مدفون شدن. حتما اون روایت رو هم یکی از همون قبر فروشا و اینا درست کرده بود و به این آخون یاد داده بود و اینم بالای منبر میگفت و میبینید که مشتری داشت. و امثال اینها بسیار بسیار زیاده، یعنی یکی دوتا نیست، اگه آدم بخواد بشمره از این ستاره های آسمان افزون تره. البته شما فکر نکنید فقط در اسلام، در مسیحیت هم از عریبت همه اینجا هست و من بعدا خواهم گفت که بیرون از دایره ادیان هم وجود داره، اما من شخصا به خرافات دینی بیشتر توجه دارم به خاطر اینکه یکی از پایه های اصلی اصلاح دینی زدودن خرافات است، پیراستن خرافات است. یعنی علاوه بر آراستن ما پیراستن هم داریم و باید اون رو هم اجرا کنیم.
چیزهایی رو وجین کنیم، شاخه های فاسد رو ببریم. به قول مولانا، باغبانم شاخ تر میپرورم، شاخه های خشک را هم میبرم. این هر دوتا کار رو باید با یکدیگر انجام داد. و در جامعه دینی که دینداری معیشت اندیش داره، که تقضیه از خرافات کرده و به لهو و لاغ فربه شده، در افتادن با این خرافات دشوارترین دشواری هاست. برای اینکه در افتادن با اونها، در افتادن با منبع خرافات، با پایگاهشونه، با تکیهگاهشونه که همون روحانیت سنتی باشه، همه اینها به جنگ شما خواهند آمد. چون اکثر معلومات اینها همین خرافات است. اکثر معلوماتشون، این که من به شما عرض میکنم، گزاف نمیگم، مبالغه نمیکنم، اکثر معلوماتشون از جنس این خرافات بیپایه، یاوه هاییست که اینجا و اونجا نوشته شده. یکی میگه آه ایشون از یک کتابی مطلب رو نقل میکرد. گفتم آخه اون کتاب رو هم یک یاوگوی مثل خود او نوشته، اون که اسمش مرجع نیست، اسمش منبع نیست، اونم همین یاوه ها رو جمع آوری کرده. یکی از دوستان من یه وقتی من کتاب بحار الانوار رو گفته بودم، کتاب بخار الانوار گفته بودم که این کتاب 90% آب، 90% بخاره. به قول اون ضرب المثل فارسی که میگفت امان از دوغ لیلی، ماستش کم بود و آبش خیلی. اونجا هم همینطور. یکی از دوستان من گله کرده بود که چرا این رو گفتی. من البته شخصیت مرحوم علامه مجلسی شخصیت محترمی است، مرد عالم و محققی بوده، این کتاب رو هم برای جمع‌آوری خرافات ننوشته، برای جمع‌آوری نوشته از اون چه که موجود بوده به نام دین، به نام اسلام و به نام تشیع. ولی دریغا که در عمل چنین از آب در آمده است. یکی از علمای افغان به نام آیت الله محسنی که گمانم هنوزم در قید حیات است، ایشان برداشته و تمام بحار الانوار رو خلاصه کرده. خلاصه نه به معنای خلاصه، یعنی تمام روایات درستش رو از نظر خودش بیرون کشیده و روایات نامعتبر و ناصحیح رو کنار گذاشته. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ از این 110 جلد بحار الانوار 3 جلد باقی مونده. بقیه همه رو کنار گذاشته. این آقای آیت الله محسنی یک شیعه خیلی غلیظ هم هست، یعنی روشن فکر دینی نیست که شما او رو مورد اتهام قرار بدید و بگید که این اندیشه های غرب زده مدرنیته، سکولاریته، افریته فلان وارد ذهن او شده بوده. نه، خیلی هم آخوند سنتی، اما با همون موازین سنتی 110 جلد کتاب شده 3 جلد. اگر یه گام دیگه یه کسی برداره، این 3 جلد هم چی میشه؟ میشه 1 جلد. مثلا گفت صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه، به 2 جام دیگر آشفته شود دستارش. ببینید این سرنوشت ما این بوده. یعنی متاسفانه روایاتی که برای ما باقی مونده، تواریخی که باقی مونده، اینا اگر یک غربال شدید نشود، غربالی که زلزله در ارکان اونها بیفکند، آش همین آش خواهد بود و کاسه همین کاسه. و منبع ما تا وقتی که این کتابهای تنقیح ناشده یا غربال ناشده است، خرافات الی ماشاءالله زاده خواهد شد. بعدم خرافه خرافه افزاست، یعنی یک کسی یکی رو میشنوه، یک کلاغ چل کلاغش میکنه، یه چند تا خودش روش میگذاره. اون دیگری هم یک اصطلاحی بود و از مداها داشتن در کشور ما، اینا که اهل مطالعه نیستن. اصلا بزرگترین خرافه پراکنان همین مداهای ما هستن، این روزه های دروغینی که میخونن برای سوزوندن جیگر شیعیان و برای اشک گرفتن از اونها. اینا یک اصطلاحی داشتن برای اینکه به ظاهر وانمود کنن که از منبعی نقل میکنن و سخنشون مستنده. از اون طرف هم که خب کتابی ندیده بودن، مطلبی نبود، میگفتن این رو من از لسان الذاکرین نقل میکنم. از لسان الذاکرین، از یک مداح یاوه‌گوی دیگه. اون گفته، منم از اون نقل میکنم، اونم از یک لسان الذاکرین دیگری. مشهوره، میگن مرحوم فروزانفر یه بار از سعید نفیسی پرسید که این مطالبی که شما میگید، این اشعاری که میخونید مثلا از سعدی یا مولوی، در کدام نسخه است؟ گفت در نسخه خاطر شریف. بسیاری از اینها در نسخه خاطر شریفه، یعنی از خودشون همینطوری میسازند و میگن. یک روحانیست، من الان اسم میارم ازش مخصوصا برای اینکه کر و فری داره در ایران،
و اخیراً هم که یه جور آمارگیری کرده بودن، خیلی از جوانها گفته بودن که در اندیشه دینی پیرو او هستن، به نام عاشق حسین انصاریان که روزخانیست. این البته در حد روزخانیست، هیچ چیزی بیش از این هم نیست، اما در روزخانی هم اینا متاسفانه انصاف رو، وجدان رو، اعتقاد رو، باور رو، صداقت رو دخالت نمیدن. میگفت که یکی از دوستان من که فلسفه خوانده هم هست، اکنون در کانادا زندگی میکنه و مرد معتمد و مطمئن نیست، برای من نقل میکرد، میگفت که یک بار پای منبر ایشون بودم، نقل میکرد، میگفت که اون 313 نفر یاوران امام زمان وقتی که ایشان ظهور میکنه بیشترشون ایرانی هست. میگفت بعد از منبر جلسه نسبتاً خصوصی تر شد و ایشون در اتاقی رفت و دیگران در کنارشون، و لابد تا وقت نهار بشه، شام بشه. میگفت من رفتم پیش این آقا و گفتم که چون این شخص دایرة المعارف نویسه، اینی که عرض میکنم، خیلی دنبال سنده، و از ایشون پرسیدم که سند این، خیلی روایت جالبی بود شما گفتید که بیشتر یاران امام زمان از ایرانن، این سندش کجاست؟ گفت یک نگاهی به من کرد، گفت احمد آقا ما دیگه این مقدار اجازه تصرف داریم در امور. سریعا گفت خودم در آوردم، همونجا بالا منبر، نه اینا از خودم در آوردم. این آقا که امروز جزء فکر سازان در جمهوری اسلامی است، اون و چند نفر دیگه، یا پناهیان و رحیم‌پور ازغدی و اینا، خرافه پراکنان قوم ما هستند و متاسفانه امروز در صدر قرار گرفتند در جامعه ما، توسط حکومت ما. اگر این حکومت نبود کسی اینها رو به پشیزی نمی خرید، در پایین ترین و سافل ترین منزلت های اجتماعی قرار داشتن، ولی اکنون بر صدر نشستن و قدر می بینن. ای کاش می رفتن حق این مسند رو ادا می کردن، چهار تا کلمه حرف حساب یاد می گرفتن، به مردم تحویل می دادن. ما گرفتار شدیم، گرفتار شدیم. اگر این خرافه ها نبود به هر حال شاید وضع ما بهتر بود، یا اگر اجازه به خرافه پیرایان میدادند که خرافه پیرایی و خرافه زدایی بکنند، باز ما بهتر می توانستیم جامعه خودمون رو اداره کنیم. باورهای خرافی شما نمیدونید چه تأثیرات خیلی زشتی در جامعه داره.